قسمت دیگه از برنامه پدرام تاکس خوش اومدید امروز یک میهمان عزیز خانم مانا دشتی مهمون من هستند بهشون سلام عرض میکنم منم سلام میکنم به همه گید مرسی از اینکه دعوت کردین قبل از اینکه شروع کنیم جان یه لطفی میکنی یه اصلاً خود یه معرفی بکنی بله حتما خب همونجور که پدرام جان گفت من مانا هستم دانشجوی سال آخر رشته شیمی در مقطع دکترا توی بینزور کانادا دارم تحصیل میکنم و سال 2017 از طریق تحصیلی به کانادا اومدیم خب اگه یه سوال خیلی کلی پرسم راضی هستید یا نه به خیلی از فاکتورا بستگی داره ولی اگر بخوام جوابتونم منم کوتاه بدم اینه که بله خیلی راضیم ببین پترون اول این توضیح رو بهتون بدم من همچون که گفتم شیمی میخونم و بعد شیمی هم یه دونه داشتم چارت رو نگاه میکردم پنج... پنجاه تا رشته سخت توی دنیا و رشته شیمی شماره سه بود از این رشته های سخت که به ترتیب داشتن میگفتن توی اون چارتی که هستش بچه ها میتونن گوگل کنن رشته شیمی رشته فوق سختیه حالا کلا من توی پیج های پابلیکی توی اینستاگرام هست بچه که شیمی باشن میتونم می بگم اصلا ندیدم هم رشته خودم بیولوژی باز دیدم ولی شیمی اصلا ندیدم یه دلیلش هم دقیقا همون چیزی که شما میگین فوق بچه ها سرشون شلوغ فوق سخته سخت مخصوصا کسایی که مستقیم تحصیلی برای مقطع دکترا میان انقدر تمرکزشون روی کارشون هست چون که واقعا بچه های حالا فرق نمی کنه مستر و پی تایم نداره روز و شب توی آزمایشگاه باید کار بکنن و من هم از این قضیه مستثنا نبودم سال 2017 موقعی که مهاجرت کردیم من برنامه داشتم که با همون زمان دقیقا من پیجم رو پابلیک کردم یعنی سه سال و نیم پیش و برنامه داشتم که شرط مهاجرتم رو از همون روز اول واردش بشم و برای بچه ها توضیح بدم برای خودم جالب بود دوست داشتم که برای بقیه هم از اون دید خودم تازه وارد بودم همه اینا رو بگم ولی Uh, حالا یا متاسفانه یا خوشبختانه انقدر همه چیز جدید بود و جا افتادن طول کشید و اینا uh, از یه جهت خوشحالم که گذاشتم بگذره اون روزا چون الان دیدم خیلی عوض شده uh, حالا چه اومدیم اینجا بالاخره اون یک سال اول چالشی رو گذروندیم بعد uh, کم کم درس خوب خیلی سنگین بود تا جا بیفتین اتفاقات uh, که حالا همه سپری شد الان فکر میکنم که دید پخته تری دارم نگاه هم یه مقدار متفاوت تره و از اینکه این اتفاق الان افتاده بعد از سه سال سه سال و نیم مهاجرت بیشتر خوشحالم و فکر میکنم که خیلی تاثیر داره روی نگاهی که به بچه ها منتقل میکنم میخواستم بهتون بگم که من دقیقا تاریخش رو درست در می 2020 من شروع کردم پیجم پابلیک کردن اونم به خاطر این بودش که قرنطینه شدیم ما کرونا اومد و بعد اینکه من یه فرصتی دیدم که یعنی در واقع یه روزی نشسته بودم میگم پیجم پابلیکی بود ولی اونجوری فعالیت نمی کنم فکر کنم اون موقع 600-700 تا فالوئر داشتم بعد همینجور نشسته بودم شروع کردم اون چی میگن استوریایی که حالا راجع به خاطرات بود و اینا خاطرات از دوران دانشگاه و اینا گذاشتن بعد همونجوری نظر سنجی کردم از بچه ها گفتم که میخوایم براتون توضیح بدم که اصلا یه سری دیدی که حالا من خودم به دست آوردم یا ارزامه من تخصصی ندارم توی مثلا بچه های رشته بچه های مهندسی یا رشته های دیگه دوست دارین که حالا با کسایی که اینجا دوستای من هستن و اینا باشون صحبت بکنم یه سر اطلاعاتی که خودم دارم و اطلاعاتی که بچه ها دارن رو در اختیارتون بذارم که دیدم خیلی استقبال شد و همون آدمایی که تو پیج من بودن خیلی استقبال کردن و میتونم بهتون بگم که خب من اولش دید نداشت، دیدی نداشتم که این همه اینفلوئنسرای حالا با در واقع حالا فالوورای متفاوت از 5 هزار تا بگیر به بالا توی زمینه مهاجرتی مخصوصا تو کانادا کار میکنم من فکر کنم همون می 2020 که شروع کردم من خودم به شخص ماکسیموم سه چهار نفرشون رو میشناختم ولی از وقتی که شروع کردم میتونم بهتون بگم که هم با آدم های خیلی زیادی ارتباط برقرار کردم اینفلوئنسرای های مختلف و خیلی دوست دارم این کار رو یعنی که خیلی ذوق میکنم از فیدبک مثبتی که از مردم میگیرم و چقدر حس میکنم که بازم با اینکه چه میدونم گوگل و این همه اینفلوئنسر و این همه اطلاعات و اینا هست هنوز مردم تشنه گرفتن اطلاعات هم. یعنی انگار هر یه نفری که مهاجرت کرده به اندازه همون یه نفر فرصت هست که به مردم اطلاعات بده ببخشید زیاد حرف زدم ولی خیلی ذوق داشتم سوالتون رو خیلی دوست داشتم متحول شدن مانا به خاطر قرنطینه بود یعنی اینکه من حالا ببین بدا. نه 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 این تصمیم رو داشتم منتها وقتش رو نداشتم یعنی همون برمیگرد به اون صحبت اولش که واقعا به... اصلا تایم نداره تو آزمایشگاه کار کردن روزی ده دوازده ساعت ما کار میکردیم هنوزم کار میکنیم الان که برگشتیم و من نمیتونم مثلا حالا تو، ما دقیقا شیش ماه تعطیل شد از معشگاهون و من خب فرصت بیشتر یکی دو ماه اول واقعا احتیاجشم که باز حالا بیشتر تمرکز کنم روی اون قسمت نوشداری پروژم کارم اینا ولی باز چون تو خونه بودم سرم خیلی خلوتتر بود. الانم خیلی به بچه ها قول میدم میگم این ویدیو و واقعا خیلی فکر تو سرمه که هنوز میبینم که خیلی نیاز به آموزش داره م... مثلا بخوام براتون مثال بزنم مثل مثلا لینکدین توییتر چیزهایی که اینجا استفاده میشه و بچه ها توی ایران خیلی ازش اطلاعات ندارن که چه جوری استفاده کنن بعد من دیدم که چرا که نه از این فرصت استفاده کنم و یه سری آموزش که میدونم و یه سری اطلاعاتی که میدونم که به درد بچه هایی میخوره که مخصوصا تحصیلی میخوان کانادا بیان من این فرصت رو بذارم و بهشون توضیح بدم و میگم خیلی تو این مدت دوست پیدا کردم خیلی از این قضیه خوشحالم فقط این قرنطینه به هم فرصت داد که تایمم آزادتر بشه آه. تنها دلیلش این بودش که الان شروع کردم در واقع می 2020 شروع کردم با اینکه من تخصصم مشاور مهاج... مشاوره مهاجرت نیست به خیلی از دوستا کمک کردم آها یه دلیل دیگه هم که داشت من همینجوری بین دوستا و فامیل و اینا به چند به چندی نفر کمک کردم که الان اینجا هستم و دیدم خیلی اتفاقی دیدم من من هم حالا توی این زمینه که بخوام اطلاعات به بدم تعریف از خود نباشه بعد دیدم که خب چرا که نه من الان یه پیجی دارم و الان خیلی ها میتونن استفاده کنن از این اطلاعاتی که حالا من توی این چند سال کسب کردم حالا بیام این کار بکنم دیگه توی الان که حالا برگشتی توی تایمایی که خالی دارم سعی میکنم که ویدیو درست کنم لایو بذارم اگه هوا بهم اجازه بده برم بیرون ویدیو بگیرم اینم خیلی دوست دارم حالا اون موقعی هم که مشهور کردم هوا خیلی خوب بود تابستون دیگه داشت میرفت سمت تابستون و اینا راه داشت که ویدیو خیلی خوبی بگیرم دیگه حالا الان یه سخت میشه ولی اوکی خیلی دوست دارم این کارو یه سوالی که برام پیش میاد تو این مسیر فکر میکنی تا کی بتونی ادامه بدی یعنی تا کی فکر میکنی؟ اصلا علاقه من باشی آیا مثلا دو سال دیگه هم همین شروع اشتیاق رو الان رو خواهی داشت که بخوای ادامه بدی و هنوز بخوای اطلاعات جمع کنی یا نه فکر میکنی یه فصل فصلش تموم بشه و یعنی صفات دوباره بکنه شخص ببین نه ب... من جوری بهش نگاه نمیکنم ببین کانادا کلا حالا خیلی از من میپرسن کلا که چند تا روش مهاجرتی مشخص بیشتر نداره و بعد من کلا هم وقتی وارد این فیلد شدم میگم اینقد اینفلوئنسرها حالا با تعداد فالوره متفاوتی دیدم ام... که مثلا میتونم بگم که خب خیلی چارچوب مشخصی داره که حالا اوکی مثلا این فیلد این چه میدونم حالا فیلد منظورم این دسته بندی این مسیر مهاجرت حالا یه مقدار قوانین این ور بشه یا یه مدتی مثلا یه قانونی برداشته بشه یه قانون جدیدی گذاشته بشه یه حالت اطلاع رسانی بخوایم مثلا بکنیم مردم به خاطر همین من دوست دارم یه ذره پیجم جنبه فان جنبه زندگی روزمره خودم و یه جنبه داشته باشه که حالا از اون فقط اینکه خیلی خشک و خالی اطلاعات رسانی بشه خارج بشه یعنی اینکه حالا من فکر میکنم اینجوری هم خود مردم هم بیشتر دوست داشته باشن یعنی اینکه من صرفا بیام بگم آقا این اخبار آقا این قانون چون اصلا پیجم اینجوری من بر این پایه نذاشتم دوست دارم که حالا یه ذره روزمرگی خودم یا مثلا همچون که گفتم ویدیوهایی که یه مقدار تنوعش بیشتر باشه رو داشته باشم پس تا جایی که بتونم این ویدیوها رو درست کنم و مردم هم دوست داشته باشم و فیدبک مثبتی بگیرم چرا که نه خب دوست دارم که ادامهش بدم پس سبک ولاگ استایل هم دوست داری که زندگی آره خیلی خیلی اه... من اعتقاد ندارم من ببخشید میون صحبتو مثلا من وقتی که مصاحبه میکنم با بچهای که میارم و تخصصشون حالا چیزیه که آخ من خودم اعتقاد دارم که الزاما من که همه چیز رو نمیدونم حالا یه نفر میاد مثلا راجبه تخصص مهندسی صحبت میکنه یه نفر میاد راجع پزشکی و پرستاری صحبت میکنه چرا که نه این اطلاعاتو میتونم مردم استفاده کنم اینجا خیلی تخصصی من شاید مثلا کلی بخوام ولی بل... واردش بشم ولی خیلی جزئی باید خود بچهای که این دار خوندن رو بیارم و صحبت بکنن راجبش و از تجربهشون بگن ولی حتی مثلا وقتی هم که لایف میرم و اینا سعی میکنم یه ذره حالا جنبه اون بانو داشته باشه تجربه شخصشون داشته باشه خیلی خوب به نظر من خیلی خسته کننده و حوصله سربر میشه اگر که فقط بخوایم اخبار بدیم یعنی پیج من اینجوری نیست حالا های دیگه هستن مردم هم استقبال میکنن چرا که نه من دوست دارم که همونجور که شما گفتین یه ذره لایف استایل و این چیزام قاطیش بکنه خب من هم فیدبک مثبت میگرفتم هم منفی از لحاظ خانواده که به شدت ساپورت شدم و فیدبک مثبت گرفتم حتی موقعی که واقعا مثلا درس داشتم نمیرسیدم سری مثلا مامان بابا زنگ زن. چی شد ویدیو چی شد استوری امروز ننزشتی. چی چیکار داری میکنی گفتم خب پس من درسو ول کنم بیام کلا بچسم به این قضیه واقعا خیلی استقبال کردم و خودم خیلی دوست داشتم که انقدر دارن استقبال میکنن از لحاظ همسرم هم یکی از دلایلی که حالا من اصلا یوتیوب رو راه انداختم به خاطر همسرم بود به خاطر اینکه خودش میشینه ویدیوها رو ادیت میکنه میگه مثلا تو یوتیوب فعالتر باش خب خیلی ساپورت میکنه چون من واقعا خودم در صحنه نمیرسم یعنی یه وقتایی مثلا من اکثر کارا من انجام میدم خب ویکندم خیلی زمان مناسبی نیست برای توی ایران مثلا ویکند ما شنبه خیلی اول هفته ایرانه خیلی زمان مناسب نیست ولی چاره ندارم چون اون تایم فقط من خالی دارم تازه وقتی هم یعنی بخوام واقعا یعنی بخوام راحت و صادقانه بهتون بگم من موقعی که دارم ویدیو درست میکنم یا لایو میرم یه کار میکنم خب خیلی وقت منو میگیره و یعنی اینم تو ذهنم دارم که وای مثلا در سمون الان باید مثلا برم سراغ مثلا اگه پریزنتیشنی دارم اگه اسلاید آماده دارم همین الان قبل اینکه با شما صحبت کنم داشتم اسلاید آماده میکنم برای پریزنتیشنی که این هفته دارم یعنی اینکه خب این قضیه هم خیلی تایم منیجمنت خاصی میخواد که این کار رو انجام بدیم و بله خب شاید هم یه سری ها حتی فیدبک اینجوری گرفتم که مثلا تو وقت نمی کنی مثلا به،, به ما مثلا زنگ بزنی سر بزنی کنی اینا بعد مثلا میشینی ویدیو درست میکنی یعنی خب فیدبک منفی هم میگیرم ولی خب چیزی که علاقه دارم و فکر میکنم هم نتیجه بده میگم خیلی دوست داشتم از اینکه این همه دوست دارم پیدا میکنم چون خودتون خب میدونین دیگه یه جورایی تو قربت آدم تنها هم هستش دیگه و یه جورای انگار اون حس خشک بودن هر روز توی آزمایشگاه کار کردن و اینا رو یه جور حال و هوام عوض میشه وقتی میام میشینم پای دوربین ببینم یه کلمه بردی اسمشو بردی قربت آیا واقعا فکر میکنه اگر در ساکن چون اگه شما ساکن وینزر هستی اگر ساکن تورنتو بودی آیا این کلمه قربت معنی پیدا میکرد واسه خودت؟ یعنی منظورتون ای به خاطر اینکه تو تو ایرانی بیشتری داره اینجا هم ایرانی ها تعداد ایرانی ها زیاده یعنی اینکه من موقعی که اومدم کلا اینجا هر شهری یه گروه تلگرامی داره که خیلی فعالن و اینا مثلا من یادم موقعی که اومدم اگه اشتباه نکنم مثلا 300 خورده عضو اون بودن الان دارن میشن نزدیک هزار نفر و تازه مثلا تو این گروه یه تعداد خیلی زیادی هم تو این گروه نیستن و همینجور روز به روز تعداد ایرانیایی که تویش این شهر میان داره واقعا زیاد میشه تو خود گروهی که من دارم باشون کار میکنم تعداد ایرانیا داره زیاد میشه ولی یه ذره خب خودتون میدونه انتخاب دوست یه ذره اینجا سخته چالشیه و اینجوری مثل ایران راحت آدم نمیتونه دوست پیدا بکنه یا انتخاب بکنه و فکر کنم خیلی رفت نداشته باشه به اینکه من کجای کانادا زندگی میکنم بیشتر به این حسی که جلوی دوربین قرار گرفتن حال و هوا مو میکنه اینو دوست دارم و بیشتر بیشتر اینو دوست دارم میتونم اینو بگم ویدیویی که بیشترین بازدید خورده تو کانال ویدیویی درباره خرید ماشینه آیا اصلا فکر میکردید انقدر برای ایرانیا جذاب باشه که ماشین اونم ماشین هایی که تا جایی که در حد یه تویوتا و چند برند <تص> خیلی, چیز با... خیلی معمولی فکر میکنید چه دلیلی داشت که اون ویدیو انقدر بازدید بالاتری از بقیه ویدیوهات خورد آخ, آخ, من خیلی سوالتون رو دوست داشتم ببینید این قضیه ماشین داستانش از اونجا شروع شد که کلا وقتی که من میخواستم این ویدیو رو بگیرم دوستشم خودم این کار بکنم چون من بعضی از ویدیوها رو حالا مثلا با همکاری همسرم یا برادرم چون اونها مثلا تخصصشون حالا مثلا اگر که راجبه حساب بانک بانکی بخوان صحبت بکنن چون برادر من هستن توی این کاره خب اونو میارم صحبت بکنه ولی پروژه به ماشین رو خودم دوست داشتم صحبت کنم چون این تناقض رو دوست دارم وقتی بحث ماشین و موتور و این چیزا میشه همیشه آقای میاد مثلا میشینه صحبت میکنه اینا ولی من دوست داشتم به عنوان یه خانم خب صحبت بکنم این, این خودم هم ات... کلی اطلاع سر اون ویدیو مثلا گرفتم که خیلی دوستشون داشتم و بعد موقعی که رفتیم ضبط کردیم این ویدیو رو همچون که شما گفتین بیشترم هدف هم این بودش که حالا یه دانشجویی با یه درآمد متوسط مثلا اگه یه فاندی بگیره بتونه حالا خودش هم یه مقداری کار بکنه پارت از پس هزیناش برده در همه خیلی ماشین لاکچری رو صحبتش رو نکردیم ولی من فکر میکنم یه دلیلش این بودش که به خاطر اینکه توی یوتیوب آقایون خیلی زیادی فعالیت میکنن نسبت به خانوم ها ویدیو ها بیشتر میبینن و علاقه مندیشون رو نشون میدن فکر میکنم به خاطر اینکه حالا ماشینم یه چیزه که مورد علاقه آقایون خیلی زیاد هستش برای همین خیلی مورد در واقع بازدید و استقبال و این چیزا قرار گرفت و اتفاقا کلی هم برنامه دارم این مجدر بگم میخوام راجع به موتور بگم میخوام راجع به تفاوت آیفون و سامسونگ صحبت کنم این چیزایی که میدونم که هم خود بر خودم جالبه اطلاعات راجع بهشون هر ویدیویی که آدم بخواد بگیره باید کلی مطالعه کنه همجور نمیتونه بیاد بگه بر همین خودم دوست دارم که این کار رو بکنم در کنارش مطمئنم که بچه که حالا یوتیوب بازن خیلی هم حال کنم امیدوارم <laughs> 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 پس اگه تا جایی که متوجه شدم بودن یک خانوم توضیح دادن یک کالایی مثل ماشین که بیشتر آره دیگه جذاب جذاب میکنه مثلا رو این فرموله و فکر میکنه هر چقدر فرمولای مشابه پیدا بکنی این های بالا رو میگیری آره آره چرا که نه چون کلا اه... کلا یوتوب هم خیلی جنبه فانی داره ولی من خودم تمرکزم رو اینستاگرام و همچون که گفتم نمیرسم واقعا یوتیوب با ولی وقتی این حمایت رو دارم از طرف همسرم چرا که نه انجامش میدم و خیلی خوشحالم که اینجور مورد استقبال قرار میگیره ببین الان نمیتونم برنامه خاصی بدم حقیقت چون سال آخرم هم هستش و سال آخر پیشتی یک اصلا یه قولیه برای خودش الان نمیتونم خیلی برم سخته این کار یعنی یه مثلا واقعا یک ماه قیبم میزنه دو هفته نیستم خیلی برنامه تو ذهنم دارم و خیلی دوست دارم که اینو مثلا منظم انجام بدم مثلا هفته دو تا پست بذارم این کارا رو بکنم حتما هفته یه دونه دو تا ویدیو رو تو یوتیوب بذارم الان متاسفانه نمیتونم ولی در آینده نزدیک شال فارغ و تحصیل شدم حتما طبقه برنامه خاص میرم جلو برای همه فکر نکنم حالا حالا دست از مردم بردارم برنامه‌ام طولانی مدته. ببین واقعا من موقعی که اومدم اصلا نمیدونستم که یه دانشجوی پی زندگی روزمرهش چجوریه جوریه آخه حقیقت هم اینه که بچه های پی خیلی فعال نبودن توی مثلا محیط سوشال مدیا و نمیدونستم که اینقدر ما قرار کار بکنیم یعنی من بعضی وقتا به شوخی میگم من اگه اینقدر توی ایران کار میکردم الان نمیدونم چی شده بودم پروفسور شد نمیدونم واقعا ما خیلی زیاد اینجا کار میکنیم و اینو چرا که نه مثلا من از دور من بعضی وقتا مثلا دوربینو میذارم توی آزمایشگاه همینجور روشن میکنم همینجور که دارم کار میکنم فیلم میگیرم و هدف هم اینه که خب بچه ها با یک زندگی روزمره یه دانشجو پیشتی آشنا بشن و خیلی برشون شاید مثلا بعضی بیان بگن که خب حالا که چی آره خب کامنت منفی آدم میگیره ولی اینکه من بدونم که قرار... چی در استقبال منه و قرار چه اتفاقی بر من بیفته این چیزیه که من سعی دارم که به همون توی اون زندگی روزمره به مردم نشون بدم از این جزئیات بگیر یعنی چیزهای کوچولویی که شاید کم اهمیت باشه با... و برسیم به اون پر اهمیت ترینش که اگر من قبل از اینکه مهاجرت کنم میدونستم یکی میومد به من میگفتش که ببین تو پاتو گذاشتی توی کانادا باید برات مهم باشه که مثلا کاری که خودت یا همسرت ببخش انتخاب میکنه توی گرفتن پیار تاثیر داره باید کار جنرال نباشه ال بل همون داستان مثلا گرفتن اقامت و اینا مثلا ناکلیستش رو چک کن اینجوری اینا خب مثلا حالا خدا شکر من قبل از اینکه بتونم فارغ و تحصیل بشم پیارم و تونستم بگیرم اونم به خاطر حالا سرچ که کردیم و خیل، خیلی این اتفاق برشون نمیفته و اصلا این مسیر رو نمیدونن ولی اگر کسی بود که مثلا به من اینو گفته بود من یک سال زودتر این کار میکردم و خیلی برام ارزشمند بود این اطلاعات حالا نمیدونم تا چه حد واقعا البته فیدبک های مثبت میگیرم ولی باز هم چقدر برای مردم مهمه که آیا مثلا اونقدر،, اونقدر که من الان ارزش این حرفایی که دارم میزنم و میفهمم آیا مثلا اونا هم میدونی بعضی وقتا باید تو شرایطش قرار بگیرن تا ارزشش رو بفهمن ولی باز هم دونستنش بی تاثیر نیستش و من دوست دارم این اطلاعات رو میگم از کوچکترینش تا اون مهمترینش برای گرفتن مثلا اقامت برای درس خوندن مثلا یکی بیاد به من بگه که ببین تو اگر که نمره مثلا لیسانس تو مثلا چند تا کورس خیلی مهم رو یا حتی مثلا فوق لیسانس چند تا کورس خیلی مهم رو حواست و حواست باشه نمرت رو مثلا خوب بگیری تو میتونی اینا رو ترانسفر کنی توی پی اچ دی و به جای اینکه مثلا 6 تا درس پاس کنی سه تا درس کافیه پاس بکنی خب اینا اطلاعات خیلی خوبیه که مثلا من, من مثلا الان متوجه شدم مخاطب بیرون از ایران یعنی بیرون از کانادا داره کار تو دنبال میکنه یه سوالی که خیلی عامه هم ازت میپرسن چیه ببین بیشتر بیشتر به ازم پرسن راضی هستی از اینکه مهاجرت کردی okay. خیلی اینو ازم میپرسن فکر این بیشترینش این هستش چالش بچه ها این که به خاطر که مثلا خودشون توی این قسمت تصمیم گیری این که آیا مهاجرت بکنن یا نه تو همون استپ شد شاید خیلی هم دارن مثلا برای آیلتس میخونن ولی هنوز اون دودلیه اون شکه یا اون استرسه که باز هم با این همه که دنیای از این اطلاعات هستش باز هم آدم تا خودش اقدام نکنه و پاشو نظر اینجا اون استرس و اون دودلی و این چیزا هستش به خاطر همین این سال خیلی ازم میپرسن که راضی هستی از مهاجرت یا نه آیا راضی بودن با زمان میاد به نظر شما آره خیلی نه میدونی چرا با زم زمان میاد به خاطر اینکه شما اولش که شروع میکنی به یعنی تازه یه دلیلی که من گفتم که دوربینو نگرفتم از روز اول از همه چیز فیلم گرفتم و اون دیدم رو به مردم نشون یه دلیلی که حالا مثلا میگم بعد چند سال این کارو کردم به خاطر اینکه خب دیدم عوض شد اون احساس رضایتی معنیش بر من فرق کرد با گذشته زمان به خاطر اینکه حالا من اینجوری هستم شاید یه کس دیگه بگه نکاش که مثلا از روز اول میگرفتی ما می‌خواستیم اون دیدم ببینیم الان بعد سه سال هم ببینیم سه سال بعد هم ببینیم که تو چه نظری داری میگم به خاطر اینکه با زمان داستان عوض میشه به خاطر اینکه تا تو پاتو بذاری اینجا خودتون میدونی دیگه اون یک سال اول انقدر آدم گیجه و انقدر همه چیز شرایط براش جدید و اینا تا بیاد جا بیفته خیلی خب اون یک سال واقعا حداقل زمان میبره شاید آدم دو سال و بعد تازه کم کم مثلا میگه شاید بعضی جا بگه خارج همینه مثلا الان ما اومدیم توی جهان اول اینه مثلا واقعیت هم میبینی با گذشت زمان الزامن احساس رضایتی یا نارضایتی نیستش اینه که تو به یه دیدی میرسی که در کنار اینکه حالا مثلا شاید اولش یوهی مثلا شاک بشی مثلا یه چیزایی بخوره تو ذوقت مثلا مثلا موقعی که من رفتم برای رانندگی در واقع را امتحان رانندگی دادم مثلا یه برخوردی با من شد که من شوکه شد شدم مثلا از کل کانادا متنفر شدم خب این اتفاقا این تجربه ها برای آدم روزای اول میفته و خیلی شوکش میکنه ولی با گذشت زمان تو به یه حدی میرسی که حالا هم ایبار و ایرادار رو ببینی همین که خوبی ها رو ببینی و به یه نتیجه برسی که آیا واقعا اگه برگردی عقب واقعا بازم تصمیم میگیری که مهاجرت بکنی حالا این با گذشته سه سال پنج سال ده سال میتونه برات اتفاق بیفته یعنی <applause> یه مسئله خیلی شخصیه یعنی نمیشه یه فرمولا برای همه نوشی نسخه نمیشه بگین که این آدم آدم. و دقیقا احساس رضایت هم نسبیه دیگه یعنی که مثلا حالا تو چه چه... نمیتونی عدد بدیم مثلا من اینقدر درصد رضایت ولی اگه بخوام مقایسه کنم که الان من ترجیح میدادم توی ایران زندگی کنم یا توی کانادا زندگی کنم خب 100 درصد توی کانادا با همه حالا داستانهایی که داره و میدونیم که داره آ... من واقعا ترجیح میدادم که کانادا زندگی کنم اولا که قشر ایرانی ها اینجا جزو بچه های باهوش زرنگ هم. من خودم یه استادی دارم که عاشق ایرانی هست و خیلی چقدر خوشانسم که دارم با ایشون کار میکنم مثلا من جزو اولین دانشجویی بودم که حالا به صورت رسمی از ایران آورد اینجا با مثلا ایرانی دیگه هم در ارتباط بود ولی خب من اولیش بودم که مستقیم از ایران اومد و بعد از من فکر کنم یه ده دوازده تا ایرانی دیگه هم گرفت و خیلی هم خوشحال از اینکه انقدر ایرانی تو گروهش دارن چون علاوه بر اینکه ایرانی ها باهوشن سخت گوش هم هستن برای همین همونجا که ودرام جان گفتش توی زمان کمتری به خیلی از چیزا میرسن که شاید توی مملکت خودمون تو این شرایط الان رسیدن بهش خیلی سخت داره ولی میخوام این اینم راجع به هدف من بودم اضافه بکنم کسایی که حالا مثل من مخصوصا حالا تحصیلی بیشتر چون الان کاری سخت سختتر شده اکثر بچه ها دارن تحصیلی میان خب هدفشون مشخصه دیگه میرن از روز اول دانشگاه درس میکنن دانشگاهشون هم که تمام بشه دنبال یه جابی هستن که چون که دا... کانادا تحصیل کردن خب اون پیدا کردن کارم راحت تر میشه ولی کسایی که به عنوان همراه میان مثل همسر من خب یه مقدار قضیه چالشی تره دیگه حالا من که از روز اول تکلیفم مشخصه ولی این بند خداها اکثرا هم توی ایران حالا یه شغل مشخصی داشتن از شرایط کارشون راضی بودن به نسبت مثلا من کسایی که میبینم مهاجرت کردن به عنوان همراه اومدن ولی خب حالا مجبورن که اینجا بیان شاید مثلا همون از صفر شروع کردن اینجا برای اون همراه که حالا به عنوان همسر هست معنی بده Uh, یه ذره سخت تر uh, کسایی که به عنوان همراه میان خودشونو پیدا میکنن ولی من uh, اگه اون بحث دوباره برگردیم به اون بحث رضایته uh, مثلا برای همسر من خیلی طول کشید تا به اون رضایت برسه ولی نهایتا وقتی الان ازش میپرسم که راضی مهاجرت کردی یا نه میگه صد درصد با اینکه خیلی سختی کشید با اینکه خیلی طول کشید تا مثلا با جامعه خودش رو وقف بده ولی میخوام بهت بگم که الزامن حالا اون هد... ایشون مثلا بدون هدفی اومد به عنوان همراه اومد ولی تونست خودش رو وقت بده تونست مثلا کار پیدا بکنه با محیط مثلا سازگار بشه و بعد داره مسیر رو برای خودش هموار میکنه و این هم شدنیه اینجا و خیلی هم اتفاقا چقدر خوب که کانادا یه, کشور هستش که این این مسیر رو برای آدمای اینجوری هم فراهم میکنه من اینش هم خیلی دوست دارم من اولش کنم خیلی شوکه شدم اصلا نداشتم یعنی خیلی خیلی شهر یعنی از واردش که میشه اصلا میگه اینجا واقعا واقعا اینجا کانادا اصلا خود کانادا من اینو به شما بگم وارد فرودگاه تورنتو که میشی مثلا من یادم ترانزیت اون که کنم فرودگاه توی هلند بودش آمستردام بود خب اصلا فرودگاه اونجا با فرودگاه تورنتو مقایسه میکردم خیلی خیلی خوب اروپا بهتر بودش از از لحاظ شیکی چون میدونی ما ناخداگاه مردم فکر میکنیم که الان جهان اول باید همه چیش تکنولوژی مدرن شیک قشنگ پر اینا دقیقا ولی اصلا اینجوری نیستش یعنی اتفاقا من چیزی که از معنی جهان اولی فهمیدم این بودش که تو از مصرفگرا نباشی نهایت استفاده رو از هر چیزی ببری تمرکزت رو روی اون چیزهای اصلی بذاریم مثلا اگر از لحاظ استفاده یه چیزی بهتون بگم مثلا آسانسوری که توی دپارتمان ما شاید مال 100 سال پیشه مال 150 سال پیشه هی مثلا نمیان این آسانسور رو عوض کنن یه مدل خوشگل رو بذارن میان مثلا اون پوله رو استفاده میکنن برای خریدن کمیکال مثلا مواد شیمیایی میخرن که مثلا دانشجو دستش باز باشه نه اینکه حالا مثلا بود رو بذارم برای یه چیز دیگه یا میذارم برای دستگاهی که دانشجو دستش باز باشه که استفاده بکنه از اون دستگاه ها یعنی فر و نمیچسبن در واقع اصل و ول کنه فر او بشسبن. یه همچین چیزی رو من از جه... این معنی رو من از جهان اول فهمیدم برگردیم به سوالتون که چیشو خب همین چیشو دوست نداشتم اول بگم این بافت قدیمی شهر فلت بودنش خیلی خورد تو یعنی فوق العاده مثلا چون اولش برای پیدا کردن خونه خیلی اذیت شدیم خونه ها خیلی قدیمی بودش و اصلا سال ساخت اصلا آنان و اصلا مشخص نیستش سشی... کی ساخته شده و واقعا میری تو خونه ها ما ایرانیا خیلی برمون این چیزا مهمه ام... واقعا دوست نداشتم خیلی خورد تو که بعد به مرور زمان عادت کردم Uh, چی شد دوست دارم uh, اینکه که فوقلاده نمیدونم بعد این مدتی دلنشین میشه حالا uh, یه جورایی uh, هم از لحاظ آب و هوا هم uh, قشنگش رو میبینیم اون کناره مثلا ریورسایدش رودخونه مثلا قدم میزنی uh, بعد دیگه آدم دوست پیدا میکنه وابستگی پیدا میکنه به قول شما ماشین خونه است دیگه کم کم اون اتفاقایی که میفته باعث میشه که شهر رو بر جذابتر بشه دیگه مثلا من میام تورنتو میگم که خب دیگه برگردیم خونم خسته شدم, شدم آره چقدر شلوغه مثلا یادم اصلا تهران و اینا رو دیگه مقایسه نمیکنم که ما از تهران اومدیم خب بالاخره شلوغی اونجا با شلوغی تورنتو قابل مقایسه نیست تو این سه سالی که الان مقیم کانادا هستی مقیم شهر وینزر هستی چند بار برگشتی ایران مثلا برگشتی؟ من تقریبا هر سال برگشتم به جز امسال که آره بذار سوال اولین باری که برگشتی به ایران یعنی اومدی کانادا لند کردی شروع کردی به زندگی حالا دانشجوی مقطع دکترا تابستونش برمیگردی ایران آیا تفاوتی حس کردی؟ آیا اصلا تفاوتی بود؟ یا نه روز شماری میکردی تا برگردی به ایران؟ من وقتی رفتم من وقتی که رفتم ایران واقعا خیلی اولا تنها رفتم سری اولو اصلا نمیتونستم دیگه تحمل کنم باید میرفتم خیلی دلتنگ شده بودم و فکر کنم کمتر از یک سالم بودش که اومده بودیم آره کمتر از یک سال بود که اومده بودیم کانادا یک ما مرخصی گرفتم توی تابستون رفتم سر یه هفته باید برمیگشتم یعنی دیگه واقعا خسته شده بودم حالا یه هفته نه ولی واقعا سر ده روز من برگشتم حالا نمیدونم چون همسرم اینجا بود شوخی میکنم خیلی حالا ایشونم نتونست به خاطر کارش با من همکاری همراهی بکنه ولی چه چیزی؟ واقعا... چه چیزی مانا رو انقدر به تلاتوم انداخته بود که من باید برگردم به ایران برگردم خانواده ببینم دوستامو ببینم و به ده روز نمیکشه دلش تنگ میشه حالا فوای این که حالا دلت برای همسر تنگ میشه آیا چیز خاصی بود یعنی چیز خاصی در ایران بود که مثلا شاید ببین خب صد صد درصد دلتنگیه باعث شد که من برگردم و بعدش بعد یه مدتی که آدم میاد سری اول مخصوصا توی قربت هست هی پیش خودش فکر میکنه یه سری داستان سرایی میکنه،, سرای میکنه یه سری مثلا اقراق آمیز فکر میکنه وای مثلا کبابای ایران وای نمیدونم هیچی میرست و واقعا هم هستا اصلا شکی درش نیست ولی خیلی تو ذهنت اینا همه رو گنده میکنی و میگی وای من برگردم الان ال شده بله شده خیلی همه چیز رو برای خودت بزرگ میکنی بعد میری میبینی نه همه چیز جاشه خبر خاصی نیست همجور بود که رفتی بعد من دیگه مثلا دوستات ها میبینی همه سرشون تو کار خودشونه کم کم ناخواسته یه فاصله ای ایجاد ناخواسته واقعا من همچنان با دوستام هم توی ایران هم ارتباط دارم ولی دیگه انگار هم اونا به خاطر دقدقه ها و شلوغی که توی ایران هست درگیر زندگی خودشون میشن هم ما این ور واقعا درگیر زندگی خودمون میشیم ام، اینه که وقتی برمیگرده میگه که مثلا همه چی سرجاش و تو اونجوری که فکر میکردی وای مثلا الان برگردم ایران این اون یه که میگذره دل برطرف میشه خب خیال راحت میشه خانواده رو دیدی همه فامیل رو دیدی و اینا دیگه میگه خب من کاری ندارم دیگه چند تا رستوران آره، <تصفح> چند تا رستوران هم امتحان میکنی و چرا که نه برگردم دیگه سراغ زندگی و واقعا احساس تعلق میکنی اینجا یعنی بعد برمیگردی بعد پهناوری اون اتوبان و نمیدونم سرزمین و دلوازیش و خلوتیش و رایت مثلا قوانین رانندگی و بالاخره مثلا نایس بودن مردم ات... توی ایران یه ذره من فکر کنم مردم به خاطر شاید خوب حق دارن یه ذره حالت مثلا بند خداها کم تحمل تر شدن شما اه... مثلا تو خیابون دعوا مثلا میبینی ناراحتی میبینی نارحت میشی از اینکه مثلا این اتفاقا میفته ولی اه... وقتی که مثلا برمیگردی اون آرامش است که واقعا آدم دوست داره اینجا به نظر من خیلی دوستش داری که ادامه بدی اینجا زندگی کنی خب ببین مثلا الان یه دلیلی که خب نمی... نمیگم ایران نمیشه ولی خب سختتر این چیزا دیگه تو فکر کن که پاسپورت کانادایی داشته باشی دیگه اصلا کل دنیا رو میتونی بری بگردی و این نیاز هست که مت... ببی... اینو بهتون بگم من موقعی که برای پیار اقدام کردیم اتفاقا چند وقت پیش برای کارت گرفتن کارت پیار میخواستیم بریم عکس بگیریم من اینقدر زوق داشتم کلی مثلا آماده شدم لباس چی بپوشم اینا بعد از اون رفتم دانشگاه بعد استاد هم همینجوری نگاه کرد سر تا چی شده مثلا از یک مراسم مهمی برایش گفتم مثلا رفتم عکس کارت پیار گرفتم ببین اینا اصلا درک نمیکنم واقعا چقدر این مسائل برای ما مهمه ما این, مسائل خیلی برمون مهمه و کوچکترین چیزهایی که چون, چون واقعا برامون همین که بتونیم به کشورهای دیگه بی و راحت م... مسافرت بکنیم این خیلی واقعا آرزو، یه جورایی توی ایران یا مثلا بتونی خونه خوب داشته باشی تو سن کم چون بالاخره شاید در نهایت توی سنای بالاتر بتونی یا صاحب ماشین خوب بشی تو سن کم حالشو ببری حالا قصدش هم میدی دیگه دیگه حالا بندت نه قسطش هم میدی دیگه ولی آره ولی خب صاحبش میشه و لذت میبری از زندگی چرا که نه خب آدم انجام میده ولی اینا توی مملکت خودمون واقعا آرزو میشه و یه جوری دست نیافتنی اینه که آره من دوست دارم که از داره که در نزدیک با پاسپورت کانادایی در پاریس ولاگ بگیری در یوتیوب ایشالله حتما ایشالله چرا کنم یه سوال دیگه که برام پیش اومد دوست دارم اینو یه ذره بازش بکنم اگر دوست داشته باشی نجات پرستی. آیا اصلا معنی داشت برای تو ایران و وقتی اومد اینجا اینجا برات منیدار تر شد منیداره یا نه هیچ فرقی نکرد سوالتون رو خیلی دوست دارم دلیلش هم اینه که خب من توی ایران خیلی دنباله مثلا دنبال که نه خب طبیعتاً تو به عنوان خارجی وقتی که میای یه کشور دیگه برات مفهوم نجات پرستی مهمتر میشه شاید تو ایران خیلی بهش فکر نمی کردم مثلا اصلا شاید جزو دقدقم نبوده ولی اینجا یه آدم حساس ترم میشه ناخداگانه نه که حالا مستقیم مثلا یه نگاه بی... یه موقعی اتفاقی بیفته مثلا میگه که نکنه به که من خارجی بودم ولی در کل بخوام کلی بگم بهتون معنی م... نجات پرستی رو من اینجا خیلی مثلا بهش برنخوردم، بخوام بگم که مثلا یک رفتار خیلی نجات پرستانه به صورت خیلی مستقیم با من انجام شد که اصلا من از اومدن پشیمون کرد اتفاقا خیلی برخورد آدما من فکر میکنم حتی یه وقتایی ماها رو خیلی ملاحظمون رو بیشتر دارن از کسایی که حالا کانادایی هستن حتی کانادایی کانادایی میدونید که مثلا خیلی حالا نیستن اونا هم برمیگردن به یک حالا یا کشور اروپایی یا جای دیگه ولی در هر صورت خارجی که حالا زبانشون انگلیسی اینا من فکر میکنم ماها رو یه جورای هوامون انگار بیشتر دارن همونجور که میدونیم چرا همش میگیم کانادا یا نایسن بخاطر اینکه واقعا از لحاظ پذیرفتن مهاجر خب خیلی برشون قشنگتر برخورد میکنن یعنی یعنی واقعا خیلی استقبال میکنن از این قضیه ولی من تو صحبتام هم, هم گفتم خیلی ملو یکی دو بار این اینو حس کردم یکی اون موقعی که گفتم برای گواهی نامه رانندگی اقدام کردم و کسی که ازم تست گرفت حس میکردم که اون رفتار عصبی که کرد شاید به خاطر خارجی بودن من بود و شاید به خاطر این بود که منم حق و حقوق خودم رو نمیدونستم و جلش سکوت کردم و همچنین اونم از این فرصت استفاده کرد و یه بارم مثلا شاید دنبال خونه که بودیم طرف ترجیح میداد که مثلا به کسی بده که اینجا قبلا زندگی کرده و حالا مثلا خارجی نباشه دفعه اولش اومده باشه یک مثلا بین چه کلی کمک ها و اتفاقای خوبی که برمون افتاد و نمیدونم اصلا تو ایران همچین داستانی نیستش که منشه دپارتمان بیاد فرودگاه جلوی تو تو رو برداره برات خونه بگیرن ببرتت اونجا بعد ببره بیاره بعد برات سینامه بگه انقدر محبت و اتفاق خوب میفته این یکی دوتا واقعا در مقابلش هیچی نیست یعنی اصلا من بهش فکر نمیکنم الان که پرسیدین یادم افتاد که بگم همین آره یکی دوتا مورد که واقعا طبیعیه بالاخره همه آدم ها هم نیستن و کم و بیش پیش میاد ولی اصلا اصلا قابل مقایسه نیستش اونقدر که مردم به صورت اتفاق افتاده که اصلا بله دقیقا دقیقا من ب... دقیقا آره. به این پدرام جا من اه... اگه اجازه بدی برگردم به اون مورد یکی مونده با که مطرح کردی راجع به اون حالا ملیت های مختلفی که اینجا هستن و از این فرصت استفاده کنم اونو در واقع کامل بکنم و نظر, نظر خودم بدم و در واقع صحبت پایانی رو بکنم ببین کلا ما ایرانیا ها خب خیلی صحبت میکنیم اینا که هوای همو داشته باشیم اینا ولی در عمل اتفاق نمیفته متاسفانه یا کمتر اتفاق میفته یا خیلی از ایرانیا متاسفانه رفتارایی میبینیم که نباید ببینیم مخصوصا خب آدم تو قربت ناخواسته یعنی من بچه هایی که میان اینجا رو میبینم که انتظارشون از من ایرانی مثلا یه فرد ایرانی خب از من ایرانی بیشتره تا مثلا همگروهی چینیم یا هندی یا خود کانادایی هیچ اشکالی نداره که ما هم واقعا فقط حرفشون نزنیم هوای همدیگه رو داشته باشیم چرا که نه کلی اومدیم کیلومترها اومدیم از مملکت خودمون با اون شرایطی که داره بیرون کلی الان مثلا خیلی خیلی قشنگ میشه یعنی میدونی این روزا مثلا روزای اول بچه‌ای که مهاجرت میکنن هیچ وقت یادشون نمیره که مثلا کی کمک کرد کی حالا مثلا هوا مداشت داشت میدونی حالا هر چقدر اینجا مردم درگیر کار و زندگی خودشونن ولی خیلی قشنگ میشه ما هم مثل جوامع دیگه مثلا خب الان معروف دیگه چینیا هندیا واقعا اگر که میخوایم استخدام بکنیم حواسمون باشه اول مثلا هموطن خودمون اگر میخوایم دانشجو بگیریم در سمت استاد هستیم حواسمون باشه اول هموطن خودمون چرا که نه هوای همدیگر داشته باشیم مطمئن باشیم که اتفاقای خوبی میفته و من به این معتقدم که یه جایی برای جبران میشه اینه که دوست داشتم از این فرصتی که بهم دادی و خیلی دوست داشتم گپ زدم با تو استفاده بکنم و جملم رو اینجوری تمام بکنم مرسی که وقت تو بازم بهم دادی و این مقطع سختی که مشغول مقطع دکتر هستی باز هم یه یک ساعت از وقت بهم دادی خواهش میکنم دست درد نکنه من خیلی خوشحال شدم مرسی از شما که این وقت به من دادی و فکر کنم خدافزی بکنم دیگه هم با شما هم با بچه ها مرسی.